دوستان پناهجو بیان دور هم جمع بشن، این کانون پناهندگان راه اندازی بشه. ایشالله تلاش داریم این قول رو به دوستان پناهجو بخوام بدن. حالا بحث حمایت های مالی که جای خود برای مجموعه های براش تعریف شده، مهمتر از حمایت های مالی حمایت های معنوی هست که باید از پناهجوها صورت بگیره و خود شما هم بیشتر گرفتار همین درد سرها هستید. بعضا ببینید پرونده های پناهجوها در اینجا و 4 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال طولانی میشه. قطعا مجموعه که بتونه روند رسیدگی به پرونده های پناهجوها رو در ترکیه به حد اول ممکن برسونه لازمه به وجود بیاد. کانون پناهنده ها که یکی از این مجموعه های این NGO هست تلاش داره که این حرکت رو به صورت جدی آغاز بکنه، هم با سازمان ملل هم با مراکز زیرک در دولت ترکیه ارتباط برقرار بکنه. و در حال اون حرفی که همیشه میزنم میگم پناهنده ایرانی صاحبی ندارن، انشاءالله این اتفاق بیفته که مدت رسیدگی به پرونده پناهنده ایرانی به حد اول ممکن برسه. عرض به خدمت شما آقای مظفری دوست عزیزمون که اینجا هم در خدمتشون هستیم، هم در قسمت پژوهشی ما هم دانشجو فعال هستن، نه به صورت دولت ساخته اون چیزی که مثلا از طرف مراکز دولت، نه یه مجموعه آزاد و مستقل دانشجویی رو مثلا دوست داریم انشاءالله راه اندازی کنیم و فعالیت هامون رو در اینجا گسترش انشاءالله تا هفته آینده بالا میاد. هم سایت انجمنمون به هم سایت کانون فعالان سیاسی. امیدواریم که از تجارب دوستان عزیز، از همکاری هاشون، از حمایت های هم مالی هم معنوی هم انشاءالله بهره مند بشیم. خودتون رو تشریف بفرمایید. ما خانمی ازش سوال کردن که ما برای ظهور حضرت چیکار کنیم؟ معمولا میدونه بلا سنتی حتی اسب آماده میکردن، شمشیر آماده میکردن. شیعیان، شیعیان اسب شده برای ظهور حضرت جمعه اسب واقعا منتظر میشدن. خب این یه چیز سنتی، ولی آقای خامنه‌ای خوب وظیفه انقلابیشون انجام دادن. این عضو وظیفه عضو سپاه شد. این شیفت دیدین الهیات بده از اینکه شما خمس به زیر زمین دست میکنید، اسب آماده میکنید، شمشیر دارید، غروب جمعه منتظرید تا اینکه بعد به دوز و بسیج سپاه بشید تا منتظر حضرت باشید. این یک دگرگش به شیفت مهم. و ویژگی دومش اینه که پیروی از رهبر فعلی جمهوری اسلامی، این رو در ادامه قدری بیشتر توضیح خواهم داد. و سومی اعتقاد و التزام به اصل ولایت مطلقه فقیه. قید دوم مهمه، چون اگر پیروی از رهبر فعلی رو ویژگی اصولگرایان ندونیم، کسی مثل آقای هادی غفاری هم میشه اصولگرا، در حالی که نیست. ولایت مطلقه فقیه قائله، کاملا به اسلام انقلابی قائله، فقط با آقای خامنه ای خوب نیست. این اساس این قید دوم به نظر من باید زد تا بتونیم یک تصویری و شمایی از از ویژگی های مشترک الهیات سیاسی و اصولگرا داشته باشیم. همونجوری که گفتم، ما میخوام همه نیروهای سیاسی دیگر از صحنه سیاست ایران حذف بکنیم. حالا تحلیل راهبرد سرنگ محترمان این طرف کیف سرنگ محترمان دو طیف هستن، اونها هم مثل اصولگرایان. یکی سرنگون محترمان افراطی هستن که بقیه نیروهایی که سرنگونی رو قبول ندارن اونها رو یا خائن یا ضد ایران یا ضد ملت میشناسن و حاضر نیستن با دیگران نوعی تعامل داشته باشن، حتی گفتگو داشته باشن. گفتگو هم محروم من میکنن با دیگر نیروهای سیاسی. نقطه اتکای اونها خودشون هستن، یعنی میگن که ما روی پای خودمون. ولی بسیاری از این سرنگون طلبان هستن که خارج از این طیف سیاسی ایرانی در خارج از کشور نقطه اتکا پیدا میکنن، مثلا رژیم صدام، مثلا دولت آمریکا یا حتی دولت اسرائیل. ما باید بریم با اونها، یا عربستان سعودی، باید بریم با اونها متکی بشیم که این مسئله هم که بر حسب بقیه نیروهای سیاسی هست در ایران رو حل بکنن. اونها در سمت راست خودشون نیروی نمیبینند که بگن که اینا افراطی‌گرا هستند یا اینا بدن و ما با اونها مرزبندی داریم. همونجور که گفتم اینا خواهان حذف بقیه نیروهای سیاسی از صحنه سیاسی کشور هست. تا حتی بعد از جنگ در دولت هاشمی رفسنجانی این تصور هست که الان مسئله اصلی سازندگی کشور، بنابراین نگاه از مسئله دموکراسی خارج میشه. ولی از بعد از اون، یعنی میتونیم بگیم از مشخصا انتخابات دوم خرداد، دوره‌ای از تحول دموکراتیک در ایران شروع میشه که نشون میده که بسیاری از اون چیزهایی که
در قبل در واقع نطفه اونها گذاشته شده بود از زمان مشروطیت تا اون موقع امکان بازسازی پیدا می‌کنه. چند مطالعه مهم در مورد دموکراسی در ایران صورت گرفته در غرب بر اساس مهره‌های آکادمیکی که در غرب هست. همه این مطالعات که من در اینجا به دو تاش اشاره خواهم کرد تحت تاثیر دوم خرداد در ایران اتفاق افتاد. یعنی یهو کسانی که در غرب مطالعه میکردن راجع به ایران که تا الان اولویت براشون بحث راجع به این بود که مثلا در ایران چرا انقلاب شد، چرا شاه سرنگون شد، یا بحث در مورد این بود که ماهیت این حکومت جدید که بر سر کار اومده چیه، مسئله بیشتر اینها بود. کمتر کسی به مسئله دموکراسی در ایران توجه میکرد. اما از در واقع بعد از دوم خرداد یهو دوباره همین نگاه‌ها برگشت به این که خب اگر ما این فرضی که راجع به حکومت ایران داشتیم که حکومت ایران رو یک حکومت در واقع سرکوبگر یک پارچه دینی می‌دیدیم، این تحولی که به راز دموکراتیک در ایران اتفاق افتاده خب این یه حکم چجوری است؟ مهاجرین هستش و میدونید باز بعد از جنگ جهانی دوم شاید واقعا 10-20 سال بعد از جنگ جهانی یک موج مهاجرتی شروع شد. الان بعد از ایرانیان که خارج از کشور هستن حتی قبل از انقلاب رفتن جزو محسوب میشن، این باز به نوع خودشون خب اونها فرهنگ خودشون رو گفتن محیط جدید. شما بحثی که این نسبت فرهنگ قدیم و فرهنگ جدید چه فرق داره از اون چیزا شاید میشن فرهنگ جدید میشه. و یک مسئله دیگه مسئله ملی گراییه که من تو اون بحثم رو بیشتر متمرکز خواهد بود. وضعیت حقوق اقلیت‌های ملی یا قومی، حالا بنا به منظوری که می‌خوایم ما کار نام ببریم، شما تو هر دولت ملتی معمولاً به جز استثناءهایی مثلا شاید نصف مثلا استثناء باشه تونس و اینها، اینا اقلیت قومی ندارن، ولی اکثر کشورها مثلا توی خاورمیانه که دیگه میجوشه، شما همین خود کشور ترکیه، ایران، خود حتی کشورهای عربی، حالا اگه محض شیعه و سنیش هم چیز کنیم، خود عربستان حتی، اینا همشون اقلیت دارن، یعنی یک اقلیت قابل توجه هم دارن، یعنی یک اقلیت غیر قابل توجه هم نیستن، در اقلیت قومی، حالا من رو اقلیت دینی هم باز بحث نخواهم کرد، تو ایران مشخصا ترک ها و کرد ها و بعدش البته اون من اونها خیلی تمرکز دارم، من قبل بحث من برای اونها هم رفتم داره عرب ها و بلوچ ها این چهار تا میتونیم بگیم اقلیت های چیز هست. البته ترک ها وضعیتشون خاصه چون خودشون رو اقلیت نمیدن، از داری جمعیتی هم اقلیت واقعا شاید نباشه. راهکار بعدی تقویت بخش خصوصی در ایران. حالا این یه بحث خیلی مصطفی رو میطلبه، ولی ما باید از جریان خصوصی سازی در ایران حمایت کنید، دفاع کنید. اینو من خدمت دوستان بگم که باز این گفت که این بعضی موقع این اشتراک انفاس رهزن است. بخش خصوصی که ما تو ایران میگیم مثل بخش خصوصی توی امریکا و انگلیس نیست خدا بگید، برای اینکه در ایران تقریبا 80% اقتصاد ایران دولتیه. الان شما اگر برید بودجه دولت رو ببینید، هم بودجه سال 95 حدود 930 هزار میلیارد تومان بودجه است، ولی از این 930 هزار میلیارد تومان حدود 300 هزار میلیارد تومانش بودجه دولت است، 600 و خورده هزار میلیارد تومانش بودجه شرکت ها و بانک های دولتی است. یعنی قدرت اون البته بازم به یه نحوی به حاکمیت دولت برمیگرده، ولی قدرت اونها دو برابر بودجه دولته و بیشتری کار اقتصادی رو در ایران اونا میکنن. حالا اگه در کنارش نهادهای بیرون دولت، نهادهایی که در اختیار حاکمیت هست، نهادهای بزرگ اقتصادی مثل بنیاد مستضعفان، آستان و حسینا، اونا یه داستان دیگه داره. 80% بیش از 80% اقتصاد ایران مستقیم و غیر مستقیم به دست دولت.